امریکایی یا موسیقی اتنیک در واقع به اصطلاح اینجا استفاده میکنن، بلکه به خاطر اینکه حتی در زمینه فرهنگ خودشون هم، یعنی موسیقی راک، اینا در واقع یک گفتمانی رو باز میکنن که باعث اطلاعی در واقع همون فرهنگ شده و به نوعی باعث میشه که یک رنگ و بوی خاصی و یا رنگ و بوی جدیدتری به موسیقی که به نوعی شاید یک نواخت شده بود بده. خیلی ممنون فرشید جان، تا برنامه بعد بدرود. خیلی ممنون. یادته یه روز گفتی قانون برای حفظ نظم و رفاه جامعه است مگه نه؟ وقتی ساعت 2 بعد از نصف شب میرسی به یه چراغ قرمز که هیچ کس هم دور و برت نیست، چرا باید بیستی؟ یه نگاه به دو طرف میکنی، وقتی مطمئن شدی ماشین نمیاد، البته پلیس هم دور و برت نیست، خب با احتیاط رد میشی. این که خلاف قانون نیست، در واقع تفسیر قانونه. یعنی چون قانون واسه حفظ نظم و رفاه همه آدماست، رفاه من اینجا ایجاب میکنه وقتمو تلف نکنم. راستشو بخوای قانونم یکم ایراد داره که ساعت 2 بعد از نصف شب به جای چراغ قرمز چراغ چشمک زن نیست. اینجور تفسیرها به نظر شما زمینه ساز قانون گریزی نیست؟ اون وقت هر کسی یه دلیلی برای زیر پا گذاشتن قانون پیدا میکنه. نظر بعضی از دوستامونو بشنویم در این. بله، هر قانونی که برای پیشروی عالم داره میاد باید حتما اون رعایت کنیم. اگه توسط قانونگذارا قبول شده باشه و اون دو پروسسش رو طی کرده باشه، فکر کنم باید قبول کرد و انجامش داد. نه، بعضی قانون نباید رعایت بشه. هر قانونی که احترام به حقوق بشر، به بزرگی انسان و به نظم جامعه کمک میکنه، بله. من فرض رو بر این گرفتم که قوانینی هست که به صورت صحیح تدوین شده و مسلماً در پس اون یه هدفی هست و باعث میشه که نظمی وجود بیاد و خودمون زندگی آزادتر و سالمتری داشته باشیم. یادت یه روز گفتی هر قانونی قابلیت اجرا نداره، قانونی که بر اساس ظلم و نابرابری وضع شده و هیچ فرایندی هم برای تغییر توش پیش بینی نشده رو جز با اجرا نکردنش نمیشه عوض کرد. حالا من کاری ندارم که بعضی اصولا قانون گریزی تو خونشونه، ولی یه قانون ننوشته هم وجود داره که میگه فقط حرف حساب رو میشه با حرف حساب جواب داد و الا که. ببینیم نظر فرزانه در این مورد چیه؟ آیا باید هر قانونی رو اطاعت کرد یا نه؟ نه، اگر به طور مختصر و مفید میخواید بگی، چون انقدر همیشه به ما میگین وقت کمه وقت کمه، وقت اینجوریه، من سعی میکنم حالا دیگه همه رو جمع میکنم اینجا. نه، هر قانون رو نباید اطاعت کرد. بستگی به این داره که اون قانون چقدر کمک بکنه به این که من اصول انسان بودنم رو متحقق بکنم. به عبارت دیگه، اگه انسان قرار باشه هر قانونی رو که براش میذارن کورکورانه اطاعت کنه، درست مثل این هست که ما یک سری قواعد و مقررات رو برای یه حیوان میذاریم که تربیتش کردیم و یه حیوان داره این رو انجام میده. خصیصه انسان این هست که قوانین رو ببینه، با عقلش ارزیابی بکنه و بعد مراعات کنه. این به معنی قانون شکنی نیست، به این معنی که مثلا حالا من سر چراغ قرمز وایسادم، میگم خب الان که ماشین نیست، حالا من این رد شم،
به این شکل نیست. به هر حال یک چارچوبی رو آدم ها باید ملاحظه کنن برای حفظ انتظام و انسجام اجتماعی. به همین دلیلی که ما تفاوت میذاریم بین قانون و مقررات. مقررات خیلی جزئی تره، خیلی خردتره، خیلی در ابعاد روزمره زندگی بیشتر خودشون نشون میده، ولی قانون یک چیزیست که کلی تره و انسان اونا رو ارزیابی میکنه. بعد ببینی این قانون چقدر در تایید و حمایت انسان بودنشه. حتی خیلی از قوانین نانوشته است، قوانینی است که به شکل سنت خودشون نشون میده، قوانینی است که در ناخودآگاه جمعی، در وجدان جمعی خودش رو نشون میده. یعنی ما میبینیم که مثلا سنت میشه که فرض کنید دختر حرف نزنه. خب و ما در زمان شاید مادرای ما، مادر بزرگای ما این سنت بود که اگر دختری حرف بزنه این خوب نیست. این یه قانونی است که قانون نوشته نیست، به شکل سنت در اومده، چون سنت هم خودش یه نوع قانونه. ولی آیا واقعا باید اینو اطاعت کرد؟ خب اگر من به عنوان یه انسان بخوام اینو اطاعتش بکنم که دیگه هیچ وقت جامعه بشری حرکت نمیکنه. یه جایی من شروع میکنم سنت شکنی، به عبارتی دارم اون قانون رو از بین میبرم. یک جایی قوانین دیگه با رشد اون جامعه نمیخونه. قانون اساسا شکل لباس جامعه رو داره. حالا این لباسه وقتی تنگ میشه شما دیگه نمیتونی بپوشیش، اگر هم بپوشی هم بخوای بکشونیش یه جایی ناهمگونی خودش رو نمایان میکنه. اونجاست که ما قانون گریزی نمی کنیم، بلکه تلاش میکنیم در تغییر قوانین. و اگر هم قوانین تغییر نکرد باز قانون گریزی چیزی رو حل نمی کنه. خود نفس این که یک جاهایی در جامعه نشون داده میشه، گفتم لباسو که میپوشید وقتی تنگیش و کج و معوجیش خودشو نشون میده، این دیگه باعث میشه که قانون خود به خود شروع بکنه به حرکت و به تغییر. بنابراین قانون گریزی به این معنا که من هر قانونی که دوست نداشتم انجامش ندم، نه. قانونی اگر تنگه، اگر مناسب نیست، اون قانون رو باید به راهش عوض کرد. قانون گریزی زمانی مطرح میشه که من یه قانون رو احساس کنم نمیخونه، تطابق نداره با ساختار اجتماعی. شاید سوال این باشه چطور به قوانین رو عوض کنیم. یکی از راه‌های تغییر قوانین قانون گریزیه، عدم اطاعتشه. ولی آیا این درسته یا نه؟ به این اعتبار خیر، قانون گریز نباید بود، باید از راهش وارد شد، به شیوه درستش باید سعی کنیم قانون رو تغییر. به نظر من حفظ قانون و رعایت مقررات یه فضیلته در کنار فضائل دیگه و هیچ وقت هم نباید ازش سر باز زد. اما فضائل هم نسبی هستن، یعنی گاهی آدم ها قرار میگیرن بین دو تا فضیلت، مثل انتخاب بین صداقت در مقابل امید دادن و شاد کردن بقیه، یا فضیلت غیبت نکردن در مقابل راهنمایی کردن فردی که ممکنه در مسیر پردردسری قرار گرفته. گاهی هم فضیلت مهم اجرای قانون و فضیلت حفظ اعتقاد و عقیده، ولی این مرز مرزی نیست که خیلی واضح باشه. تفسیرش هم با وجدان آدم هست. ولی بهتر قانون رو از طریق قانونی عوض کنیم. نتیجه عدم رعایت قانون جز سختی و گرفتاری برای خودمون و بقیه چیز دیگه ای نداره و این بهای سنگینیه که باید دید به پرداختش میارزه یا نه. معیارهای قانون و تئوری‌های سیاسی و اقتصادی صرفاً به منظور حفظ منافع عالم انسانی تنظیم و تدوین گشته است، نه آنکه عالم بشریت برای حفظ اصالت و اصولی خاص قربانی گردد. بهای ساخت برنامه‌های جستجو هم احساس رضایت شماست که خیلی هم می‌ارزه. پس تا برنامه بعد منتظرتون میمونم. راستی برای ویژه برنامه‌های سینما و موسیقی نیازمند برنامه‌ریزی‌هایی هستیم که باعث میشه دو هفته‌ای در خدمتتون نباشیم. بنابراین شما احتمالاً بیننده تکرار دو قسمت از قسمت‌های قدیمی این مجموعه هستید. پس این دفعه باید
خیلی منتظرتون بمونم.